سلام و درود به شما مخاطبین عزیز تلویزیون کانال جدید. میلاد رستایی منش هستم. امروز 18 شهریور سال 1402 مصادف با 9 سپتامبر سال 2023 هست که من قسمت سوم از مجموعه برنامه‌های رویدادها رو امروز به شما عزیزان تقدیم می‌کنم. با ما همراه باشید. نخست به چند خبر نگاه می‌کنیم. خبر اول، خانواده وحید چاوران جوان بازداشت شده در آبدانان مقابل ساختمان فرمانداری این شهر دست به تحصن و برپایی تجمع اعتراضی زدند. امروز شنبه 18 شهریور ماه مصادف با 9 سپتامبر روزنامه لوموند فرانسه نامه زینب جلالیان، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، نرگس محمدی و نیلوفر بیانی را منتشر کرد. نامه های این عزیزان را منتشر کرد. عذرخواهی میکنم. خبر بعد، جلسه دادگاه مریم عباسی نیکو شهروند بازداشتی از بابت رسیدگی به اتهاماتی از جمله سب و نبی روز دوشنبه 27 شهریور در شعبه 105 دادگاه کیوری 2 شاهنشهر برگزار خواهد شد. روز یکشنبه 19 شهریور ساعت 20:30 ایران طوفان توییتری در حمایت از زندانیان سیاسی انتقال یافته به زندان قزلحصار به پا خواهد شد. و بالاخره اینکه نمایشگاه یک هنرمند ایرانی علیه حجاب اجباری در رابطه با انقلاب ایران در سوئد خبرساز شد که به این خبر به تفصیل خواهیم پرداخت. یک هنرمند ایرانی به نام صدف احمدی روز 6 سپتامبر سال 2023 خبر سانسور بخشی از کارهایش توسط مسئول خانه فرهنگ شهر بروس را رسانه‌ای کرد. این هنرمند مجسمه‌هایی با الهام از کودکی خودش در رابطه با حجاب اجباری را ساخته بود. مجسمه‌هایی که نشان می‌داد زنان با چادرهای بلند در جداره ای از سیمان به اسارت در آمده اند. این نمایشگاه قرار بود به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در خانه فرهنگ برگزار شود. مسئول خانه فرهنگ به بهانه امنیت جامعه و عدم افزایش تنش و تهدیدات از طرف جریانات اسلامی بعد از بحران قرآن سوزی در سوئد تصمیم سانسور مجسمه ها را گرفته بود. اما بعد از پخش خبر از طرف صدف احمدی، جامعه سوئد واکنش تندی به این تصمیم نشان داد. این خبر به صدر اخبار سوئد رانده شد و رادیو و تلویزیون‌ها و روزنامه‌های پرتیراژ در این مورد خبررسانی کردند. سرانجام آیدا بورن، مسئول امور فرهنگی شهر بروس، 48 ساعت چنان در تنگنا قرار گرفت که نهایتاً تسلیم فشار جامعه شد و عقب نشینی کرد و محل بهتری را برای برگزاری نمایشگاه به صدف احمدی پیشنهاد داد. از جمله کسانی که در به دست آمدن این پیروزی نقش مهمی را ایفا کردند، امید صالحی از اعضای حزب کمونیست کارگری ایران در سوئد بودند که امید صالحی عزیز همکنون از طریق اسکایپ همراه ما هستند. آقای صالحی، نخست سپاسگزاری میکنم که دعوت ما رو پذیرا شدید. کمی در رابطه با جزئیات خبر توضیح بدید. آخرین خبرها در مورد برگزاری این نمایشگاه چه بوده و چه هست؟ مرسی از اینکه منو به برنامه‌تون دعوت کردین. همونطور که اشاره کردین، این هنرمند عزیز ایرانی خانم صدف احمدی قرار بود به مناسبت سالگرد مرگ ژینا مهسا امینی و انقلاب زن زندگی آزادی که نطفه‌اش با مرگ مهسا شروع شد، نمایشگاهی در خانه فرهنگ شهر بروس داشته باشن. این نمایشگاه مجموعه از عکس در رابطه با کشته شدگان شهدای انقلاب زن زندگی آزادی و از جمله بخش زیادش راجب مهسا امینی بود و بخشی از این نمایشگاه همونطور که شما اشاره کردید میلا جان، در رابطه با حجاب اجباری و خانم صدف احمدی با زرنگی خاصی مجسمه هایی از زنان که با فرم بوتونیت چادر بر سر اینا کرده بودند و در واقع نشان میداد که این حجاب اجباری همچون بوتونی سیمانی زندگی زنان رو
در واقع مثل زندانی برای زنانی که حجاب را بر آنها تحمیل میکنن، زندانی در واقع عملی از کشورهایی که زنان تحت ستم هم از نوعی مختلف از جمله این مسئله حجاب. اتفاقی که واقعا میشه گفت این قضیه رو خیلی جدی و نیروهای فرهنگی، نیروهای آزادی خواه، مردم شهر ما، اونایی که دستن در کار فرهنگ، هنر، خبر، همه عکس العمل نشون دادن به شکلی در مطرح کردن و دفاع از خانم احمدی و اینکه مردم سانسور دیگه نمیتوان. قرار بر این بود که این نمایشگاه به شکل کاملش در اداره فرهنگ شهر بروس به نمایش گذاشته بشه در سالگرد انقلاب زن زندگی آزاد، در واقع در سالگرد مرگ دولتی ژینا. اما اتفاقی افتاد، آن اتفاق این بود که همونطور که شما اشاره کردید مدیر اداره فرهنگ خانم آیدا برون پیامی به خانم احمدی میدن که ما بخشی از نمایشگاه، اتفاقا همون بخشی که راجع به حجاب اجباری بود، را مجبوریم کنسل کنیم به دلیل اینکه ممکنه با توجه به اوضاع سیاسی که الان در سوئد حاکمه و قرآن سوزی هایی که راه افتاده و کلن جامعه سوئد نگران احمال، تهدیدا و فشارهایی که اسلامیون دوگ به اصطلاح اسلامیست ها و علیه نیروهای سعودی و دولت سعود و تهدیدهایی هست، میترسیدن. خیلی راحت بگم با ترس گفتن که معذوریم، اینو نشون نمیدیم. خانم احمدی مصاحبه کردن با روزنامه شهر ما و از اینجا در واقع این اعتراضات شروع شد. اعتراضات یک جمله امید صالحی، عذرخواهم صحبت شما رو قطع کنم، نقش خودتون در این در حقیقت مبارزات رو چه بود؟ این رو اگه خیلی کوتاه توضیح بدید که من بتونم سوال بعدیم از شما بپرسم. میلا جان، بحث این بود که این قابل پذیرش نبود. اولین کاری که من کردم با تماس گرفتم با روزنامه شهر، با اداره فرهنگ که کسی جوابگو نبود، با روزنامه، و اونا یه مصاحبه با من کردن و این مصاحبه در واقع تاثیر خوبی داشت، تاثیر خیلی زیادی داشت. افراد فعال فرهنگی سوئدی بروس، چه در شهر ما بروس و چه جای دیگه، اونا هم پشتیبانی خودشون رو نشون دادن و ما اعلام کردیم که اگر مدیر اداره فرهنگی شهر بروس عقب نشینی نکنه از این تصمیم غیر دموکراتیکش، تظاهرات منیفستاسیون راه خواهیم انداخت. بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم. اجازه بدید این سوال رو از شما بپرسم. امید صالحی، در سوئد زندگی میکنید و فضای سیاسی سوئد رو حتما رصد میکنید. به نظر میاد که اخبار مرتبط با منطقه خاورمیانه، مشخصا ایران، افغانستان، خیلی برای مخاطب سوئدی جذاب نیست. خبر اوکراین و یا اخبار داخلی علل عموم در رسانه ها منعکس میشه، ولی میبینیم که در تو با این موضوع مشخص در شهر شاید کوچکی مثل بورس چنین واکنش های گسترده ای در سطح رسانه ها و سوشال میدیا نسبت بهش انجام میشه. کمی در رابطه با خود واکنش ها بگید، این واکنش ها چه بوده که اینقدر در حقیقت سر صدا کرده و به هر صورت مجبور کرده مسئولین خانه فرهنگ رو که تصمیمشون رو عوض بکنند؟ به نظر من تاثیر انقلاب زن زندگی آزادی اینجا به راحتی مشاهده میشه، چون پیام این انقلاب سرتاسر دنیا رسیده. خود من تو این شهر کوچیک چندین ماه پشت سر هم هر روز شنبه ها بله رژیم جمهوری اسلامی و جنایت هایش که بر علیه زنان ما، بر علیه مردم ما و جوانان ما انجام میدید، مردم اطلاع کافی پیدا کردن و تاثیر این انقلاب باعث شده که دیگه جامعه بین المللی نمیپذیره که در سال 2023 نیروهای دولت‌های غربی با همچه رژیم جنایتکاری مماشات کنند یا از تهدیدها و تهدید به ترور این مسلمان‌های افراطی عقب نشینی کنند. و به نظر من یه بخشی از این عکس العمل که نتیجه داد به کاری که ما کردیم و پشتیبانی مردم شهر برانگیخت، من اینا رو از پیام‌هایی که شخصا به خود من می‌فرستادم میتونستم ببینم که برای مردم سخته وقتی که زنان و دختران شجاع ما
با دست خالی توی ایران، توی خیابان‌های ایران جلو گلوله میرن، بله، اینجا مثلا بیان دوباره همون کاری رو بکنن که رژیم جمهوری اسلامی هر شب و هر روز بر تو خیابان‌ها و علیه زنان ما انجام میده. خیلی متشکرم هستم. عذر می‌خوام صحبت شما رو قطع می‌کنم. دقایق پایانی هست و یک سوال دیگه من دارم از شما که بپرسم. توضیح دادید که بر اساس انقلاب زن زندگی آزادی تأثیر داشته در اتفاقاتی که امروز در سوئد افتاده، ولی سوال مشخص من از شما این هست که اگر ایران روزی به یک کشور سکولار تبدیل بشه، مختصات اسلامگرایی در غرب به چه شکلی در میاد؟ مسلماً اون انقلاب، اگر انقلاب، همین انقلابی که الان شعلش تو خیابونای ایران شاهدش هستیم، اگر پیروز بشه، به نظر من اروپا به طور کلی که ما اینجا زندگی میکنم تأثیراتش رو دیدیم، اینا بلافاصله مجبورن به سوی مردم برگردن. الان مماشاتی که هست در پشت پرده است اکثر اوقات با دولت جنایتکار جمهوری اسلامی هست، ولی ما میبینیم توی همین پروسه که واقعا اینجا ما پیروز شدیم و اداره فرهنگ شهر بروس مجبور به عقب نشینی کردیم که به جای این خود موزه هنری شهر را تقدیم خانم احمدی کردن، و این عقب نشینی الان نشون میده که بر اساس فشار و کار مردم بوده، کارهایی که مردم دیگه زیر بار زور و سانسور نمیرن. این از اینکه بر اساس یه عده‌ای را به خاطر که این فرهنگشون جدا کنن، مردم جهان یک همه با هم با یه اتحاد و پشتیبانی از اون انقلاب زن زندگی آزادی، به نظر من اگر این انقلاب پیروز بشه با معیارهای آزادی خواهی که این انقلاب داره، یه نویدی میشه حتی برای مردم در اروپا. و این پشتیبانی ما هر روز برخورده و برنامه‌ای که پیش اومده در رابطه با بزرگ داشته انقلاب زن زندگی آزادی دیدیم از جامعه سوئد، از مردم سوئد. شاید این حمایت از طرف دولت کمتر باشه. بسیار بسیار خیلی خیلی متشکر هستم. امید صالحی، ضمن شاد باش و خسته نباشید به خاطر این پیروزی ارزشمند. امیدوار هستم در برنامه‌های آینده هم از حضور شما استفاده بکنیم، و همچنین از شما مخاطبین عزیز تلویزیون کانال جدید تشکر میکنم که تا این لحظه این برنامه رو به تماشا نشستید. از طریق راه‌های تماس حتما با ما در تماس باشید. اینجا من میلاد رسایی منش به همراه سایر همکارانم لحظات خوبی رو برای شما عزیزان آرزومندیم.